سلام علیکم. سلام علیکم آج آقا. به 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 آقا زیارت قبول. سفر راحت بود قربان. بسیار جای شما خالی. دست شما درد. بفرمایید. از این طرف همین طرف. خدمت آج آقای گلم آرزم که بیشتر طلبه ها رو فرستادم این منور واسه امر تقریم. دم خدا خیرشون بده موندن تو حوزه، بهانه‌شون هم این بود که شما از سفر برگردید باهاتون خداحافظی کنن. حالا اونا هم که رفتن تبلیغ حاجی آقا تمام شهریاشون پیش پیش پرداخت کردیم که این موقع تو مسیر لنگ نزنن. حاجی آقا چیزی نمیخواییم بفرمایید؟ این سفر خوش گذشت نگذشت ها؟ الحمدلله باور کنید شما تشریف نشید، من دم دقیقه حواسم به محمد حسین بود که یه موقع خدا نکرده بهش بد نگذره. حاج آقا دلم میسوزه خدا بگم چه کار کنیم، مردم نمک نشناس که کارو به اینجا کشوندن. چی بگیم الان که دیگه حاج آقا نمیخواییم بگیم صبر کنید که ببینیم چی پیش میاد ها؟ تصمیم گرفتیم؟ الحمدلله بیام آج آقا، شما که دارین از این گلشن‌آباد تشریف میبرین به سلامتی دیگه نماز رو تو همون روستا بخونین چرا برگردین گلشن‌آباد؟ این همه شما خدمت کردید به این محراب و مسجد و مردم گلشن‌آباد، آخر سر چی گفتن پای سرتون؟ نمیخوام آتیش بیارم معرکه باشم ولی خب گفتن نگفتن؟ شنیدم دیگه. اینجور که شما داری پیش میری آتیش بیار معرکه هم میشی. من میخوام حاج آقا شما برنگردین تو اون مسجد هر حدیث اینا رو بشنوین خاطرتون مکدر شد قربون شکل ماهد برن. مردم تو مسجد دو دسته شدن، یه عده بر علیه شما، یه عده با شما انگشت شمارن. کاری نداری، یه عده هم پاشون مسجد نمیذارن حاج آقا، میگن تا تکلیف قصبی بودن حوزه و این آب نما و اینا معلوم نشه ما نمیایم مسجد، میگن نمازمون خراب میشه نمیام. اینجوری الحمدلله. هر چی من بگم شما الحمدلله میفرمایید. اگه بدبختی الحمدلله داره بفرمایید ما شیش هفت پای سرم بگیم. اشته می برگردنم افکنده دوست، می کشد هر جا که خاطر خواست. خدمت شما. چی آج آقا؟ قابل شما رو نداریم. زحمت کشیدین آج آقا، دستتون درد نکنه. کار یک استاد قدیمیه. چقدر قشنگ نجمه خانوم. من قصد کردم که همین فردا صبح انشالله به روستا برم. شما مختارید، اگر به هر دلیلی دوست ندارید که به روستا بیایید میتونید اینجا بمونید. یک لحظه ازت غافل نشدم حاج عبدالحسین. من کی شما رو تنها گذاشتم؟ این بار با دفعات قبل فرق میکنه. چه فرقی میکنه حاج آقا؟ شما همون حاج عبدالحسینید، منم همون نجمه. نجمه خانوم، شما از یک خانواده متمکن همسر من شدی، با این زندگی طلبگی من ساختی، یک سرپناه داشتی، تعدادی گوسفند که اونها رو هم من با اجازه خودت خرج بدهی‌های محمد حسین کردم. اما امروز من قصد دارم هر آنچه که در گذشته بوده که من رو به جایی رسونده که امروز هستم پشت سر بگذارم و خلوت کنم. شاید روزی بیاد که من دوباره باور کنم که لایق خدمت کردن هستم. اما امروز شما مختاری، مختاری که این قدم آخر رو با من برداری یا بر نداری. اما من شهادت میدم که هر آنچه که وظیفه تو بوده به درستی انجام دادی و توی زندگی این منم که مدیونم. یا
یعنی اینقدر برات قریبم حاج عبدالحسین. درسته که نمیتونم مثل شما تو این راه قدم بردارم، ولی بالاخره لنگ لنگون تا اینجای راه خودم رو دنبال شما کشوندم. بقیهش هم خدا بزرگه. رفیق نیمه راه نیستم آقا عبدالحسین. طلبا همه تشریف آوردن در خدمتتونیم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدا رو شاهد میگیرم برای کاری که میخوام انجام بدم فقط رضای خودش رو در نظر داشتم. من مطمئن بودم و هستم که حاج حبیب با دقت تمام این حوزه و این زمین‌ها رو وقف کردند و هیچ گونه مشکل شرعی در این مورد وجود نداره. اما ورثه ایشون مدرکی در دست دارند و مدعی حوزه و زمین‌ها شدند. بنابراین من تصمیم گرفتم که قبل از صدور رأی دادگاه حوزه و تمام باغات متعلق به اون رو تحویل خانوم انصاری بدم. حاج آقا ببخشید، شما با این کاری که میخواین کنید؟ آقای احمدعلی خواهش میکنم اجازه بدید من حرفم رو تموم بکنم. بفرم. من تصمیم گرفتم که حوزه و زمین‌ها رو در اختیار خانوم انصاری بگذارم. خودم به همراه اهل بیتم به روستا خواهیم رفت و انشالله اگر عمری باقی باشه در فرصت دیگه‌ای در خدمتتون خواهم بود. آقایون طلاب نگران درس و بحثشون نباشند. حضور حاج آقا مهدوی در میان ما واقعا نعمتی. آقایون میتونن فعلا از محضر ایشون تلمس کنند. برای ادامه تحصیلم هر کمکی که از دست من بر بیاد براتون انجام خواهم داد. اما تنها خواهشی که از شما دارم اینه که در مورد این تصمیم من از من توضیحی نخواهید که من نمیتونم پاسخگو باشم. از آقایون طلاب خواهش میکنم که فردا حوزه رو تخلیه کنند و آقای احمدعلی هم کلید رو تحویل خانم انصاری بدن. خدا حافظ یکی یکتون باشه. چرا این کارو کردین آقا جون؟ حوزه رو برای چی تعطیل کردین؟ این اتفاق باید میافتاد. باید میافتاد چون یه پسر ناخلفی مثل من داره. نزن این حرفو. این حرفو میزنی تنم میلرزه. تن من باید بلرزه آقا جون. خدا کسانی رو که دوست داره گاهی بیشتر مبتلا به جام بلا میکنه. چه دوست داشتنیه؟ ای وقت خودم اینجوری
خونه آدم اینجوری آواره بشن که چی خدا دوست هم داره؟ یکی یکی رو دوست داره عدای یک کار میکنه که بهش محبت میکنه، حال میده بهش، نه اینکه بعد در نزدش تو درد سر. الذین یؤمنون بالغیب، بعضی وقتا خدا بنده های خودش رو دچار ابتلا میکنه تا ببینه چقدر ایمان دارند، چقدر به اون قرآنی که میخونند ایمان دارند، به حرفهایی که میزنند، ادعاهایی که میکنند، و چقدر از ته دل ایمان دارند که خدایی هست، خدایی هست که از عالم غیب هواشونو داره. همون گند من زدم، آتیششون دامن عمر رو گرفت، نه تو شما. بعد این نوستان زحمت کشتن واسه عاظب بذارم گذر این ماجراها باعث شد من متوجه بشم که کجای زندگیم ناسواب بوده، کجای کارم ایراد داشته. همین که قبل از مردن و قبل از اینکه عجلم برسه متوجه خبط هام شدم، شکر گذارم. آقا جون میشه ازتون یه خواهش بکنم؟ میشه حوزه رو تخلیه نکنی؟ هیچ چیز این دنیا ارزش دل بستن نداره. دل که به بندی از اصل ماجرا غافل شدی. حوزه در واقع متعلق به آقا امام زمانه. اگر خودشون صلاح بدونن بازش میکنن. حالش چطور بود آقا جون؟ روبرا نبود بابا، حقم داره، زحمت میکشی منو برسونی خونه آچبی بابا جون. چشم، شما یه چند لحظه به من اجازه بدین. شما اگه عنوان اون ستونی که خبر توش چاپ شده رو یه دور دیگه نگاه کنین متوجه میشین. خب آره دیگه، بله، وقتی اینو نوشته یعنی این که خبرش موثق نیستش. این چیزاییه که ما و خبرنگارهای دیگه شنیدیم. من نمیدونم، شما هر کاری که دلتون میخواد بکنین، هر کاری که دلتون میخواد بکنین. باشه آقا، باشه. بیادب، اعصاب آدم رو میریزم به هم. یه خبر دو خطی چاپ کرده ایم راجع به فلان ورزشکار همشهریمون که ازدواج کرده. الان طرف شاکی شده که چرا خبر دروغ رو چاپ کردی. خب وقتی ازدواج نکرده چرا چاپ میکنی؟ بابا خبر در گوشی بوده، من از یکی از دوستام شنیدم، اونم از یکی از همین خانمای تو آرایشگاه که همسایه این آقای ورزشکار شنیده. خبر در گوشی همون خبرهای خاله زنکیه دیگه، نه؟ وقتی خبری نیست کاری نمیشه کرد. حالا ما یه بار خواستیم با یه مصاحبه مفصل با یه خانم موفق و دخترش نشریه‌مون رو پر کنیم که عاقبتش رو داد و فریاد. اونم به موقعش قراره مجددش رو میذارم. اگه این کارو بکنی واقعا ازتون ممنون میشم. الان می‌خواستم یه کاری برام انجام بدی. بفرمایید. یه دقیقه میتونی کار نکنی؟ آی ببخشید، من بعد اینا رو پس فردا تحویل بدم. کسی رو میشناسی بتونه آدرس شماره تلفن رو برای من پیدا کنه؟ من نه توی مخابرات کار میکنم نه توی اداره آگاهی. میدونم، ولی الان توی این شرایط نمیتونم به کسی اطمینان داشته باشم. شماره کیه؟ یه نفر که نمیخواد من بفهمم کیه و کجاست. سعی خودم رو میکنم ولی نمیتونم بهتون قول بدم، چون معمولا همچین آدمایی از یه جایی زنگ میزنن که نمیشه ردشون رو پیگیری کرد. چایتون؟ خیلی ممنون، پس من منتظر خبرتون هستم. خانم انصاری، این شماره مربوط به ماجرای دامادتونه؟ اگه بتونی این کارو برای من انجام بدی بهت قول میدم تا یه مدتی واسه مجلتون مطلب جور میشه. اینکه مشخص بشه چه کسی واسه پسر حاج آقا شهیدی پاپوش درست کرده هم برای خودت خوبه، هم حقیقت مشخص میشه. در ضمن اینطوری به جای خبرای درگوشی میتونی خبر واقعی چاپ کنی.
سلام. سلام. علیکم السلام. بفرمایید تو. شما اون موقع زندگی متلاطمی داشتید، نمیدونستید که چه کار میخواید بکنید، برنامه‌ای برای آیندتون نداشتید. اگر مائده رو با خودتون میبردید معلوم نبود که سرانجام این بچه اونجا توی مملکت غریب چی میشه. مادرتون هم تنها بود، یه نفر باید جای خالی شما رو براش پر میکرد. از اینها گذشته، حضانت فرزند با پدره. شما هم به عنوان شرط ضمن عقد حضانت نخواستید. آقا جلیل خدا بیامرز هم درسته که همسر خوبی برای شما نبود، اما برای مائده پدر خوبی بود. بردن مائده هم دین شرعی به گردن شما مینداخت، هم دین حقوقی. اینها دلایلی بود که من اجازه ندادم شما مائده رو با خودتون ببرید. اگر کار درستی کردم که هیچ، اما اگر کار اشتباهی کردم همینجا به درگاه خدا استغفار میخوام. بفهم. مائده جان، ایشون مادر شما. مادر به گردن فرزند حق حیات داره. انشالله همینطور که توی این مدت رابطتون ترمیم شد این روند ادامه داشته باشه. حالا خانم، این پول تتمه درآمد باغات گلشن آباده. حالا که اختیار این زمین ها به دست شما افتاده، اختیار این پول هم قاعدتاً در دست شماست. حساب دقیقش هم توی همین کاغذ ها نوشته شده. من این پولا رو نمیخوام، فقط زمینا رو میخواستم، اونم فقط به خاطر مائده و محمد حسین. دخترم، اینکه شما با این زمینها چه کار میخواید بکنید به من ارتباطی نداره، ولی به هر حال از این به بعد اختیار این پولها با شماست. جان بابا. بله. بریم بابا. بفهم. با اجازه. پدر خدا بیامرزت دلش میخواست اسمت رو بذاره زینب. شب قد که به دنیا آمدی من پیشنهاد کردم اسمت بشه هدا. هدل ناسه و بینات من الهدا و الفرقان. حاج حبیبم قبول کرد، شما شدی هدا. من همیشه تو رو مثل دختر خودم دوست داشتم و همیشه خیر و صلاحت رو میخواستم. اگر حرفی زدم و یا کاری کردم که دلت رو شکستم، همینجا من رو حلال کن. در ضمن من مدیون شما هستم. اصرار شما برای گرفتن زمین ها باعث خیر شد برای من. چشمم به چیزهایی باز شد که شاید همون باعث عاقبت به خیری من بشه. ازت ممنونم دخترم. خدا حفظت کنه. شما هم به مادرت کمک کن. ببین برنامهش برای آینده باغات چیه؟ کاری از دستت برمی اومد براش انجام بده. چشم آقا جون. بابا چیزی ته؟ پریشونی؟ نه، نگران محمد حسینم. انشالله حل میشه. انشالله. بابا جلوتر جلو بیمارستان نگه دار، من پیادشم. چرا، چیزی شده؟ نه بابا، این بنده خدا احمد آقای تقوایی از دوستان قدیم، عوارض شیمیاییش عود کرده، میخوام برم دیدنش. چشم. دست درد نکنه. خواهش میکنم. آقا جون، پس من میمونم، شما اومدیم برسونم تو خونه. نه جان بابا، برو شما. شما برو، من میخوام طولانی بمونم. مطمئنی؟ بله بله. مراقب خودتون باشی.
خداحافظ. خداحافظ. الو. سلام هاجر، خوبی؟ سلام مادر، خوبم. کجایی؟ خونم. چطور؟ خیلی خوب، حاضر شما الان میام دنبالت. واسه چی؟ چیزی شده؟ نه میگم بهت، حاضر شو. خیلی خوب، الان حاضر میشم. باشه، خداحافظ. خداحافظ. شما چرا همه چی رو نصف نیمه تعریف میکنی؟ راست میگه دیگه، هر چی میدونی خوب بگو. من هر چی میدونستم همونایی بود که گفتم. هم من بازم نفهمیدم که باعث شده که محمد حسین بی گناه بیفته زندان. همون اسمایی که بهتون گفتم همونایی که در جریان اتفاق بودن. یعنی تو و محمد حسین و آقا مجید و آقا آرش و آقای میرزایی ره؟ بله. وقتی مجید میدونسته به برادرش گفته، اونم همه چی رو براش تعریف کرده دیگه. اگه مرادی هم رشوه داده باشه، یعنی میدونسته که برگه رسید به اسم محمد حسینه. سرنگ جهانگیری هم از همه چی خبر دارن، نه؟ بله، ایشون هم خبر داشتن. اصلا خودشون هم با مجید حرف زدن. محمد حسین و آرش هم باش حرف زدن، ولی چی دستگیرشون نشد. اصلا آرش داشت باش درگیرم میشد، ولی هیچ. یعنی شما هر کاری دلتون خواسته کردید، به هیچ کس هم هیچی نگفتین؟ خانم، من فقط در جریان اتفاقات بودم. همین که در جریان بودی و نگفتی خودش کلیه. حالا چیکار کنیم؟ من میدونم چه جوری میشه از زیر زبون مجید حرف کشید. ببخشید مزاحم شدم. خداحافظ. خداحافظ شما. خداحافظ. مایده، حالا تو چرا خودتو اذیت میکنی؟ مگه میشه ناراحت نباشم؟ بالاخره باید بفهمم چه خبره یا نه. نیستین شما؟ ببخشید آقا داوود، من یه سوالی داشتم ازتون. شما از ماجرای فرشا خبر داشتین؟ داشتین یا نداشتین؟ باشه، پس من منتظرتون میمونم. فقط تو رو خدا حتما زود بیان. حسین بجام بابا، بجام. اینا چیه تو؟ له نشه. سلام. شما باید چون من اینجا کمک وایده یه لحظه وایسا. فکر کردم کمک لازمه. خیلی ممنون، ما به کمک احتیاج نداریم، بفرمایید. دخترم شما بفرمایید، ما اینجا رو جمع کردیم. گفتم کمک نمیخوایم، بفرمایید. تو چطوری رد میشه تو چشمای حاج آقا نگاه کنی؟ مگه من چیکار کردم؟ چیکار نکردین؟ زندگی ما رو به خاک سیاه نشوندین. به خاطر خرابکاری برادر شما محمد حسین بیچاره الان تو زندانه. مایده. بیا تو. بیا تو. دیدی که نمیخواد کار کنی، حساسا همینجا باشه بابا جون. همینجا باشه. داره با چوبه برادرش میزنه. مادر جون شما اینا رو نمیشناسی. همشون دستشون توی کاسه است. ماشینشو ندید. نزن دختر. ببخشید. این ماشین آقای میرزایی برای من خریده. پولش هم قراره از حقوقم کم کنه. گناه مردمو چرا میشوری؟ کی به پلیس گفته رسیده پولی که به حساب رشوه ریخته شده به نام محمد حسینه؟ یا این گفته یا برادرش؟ چیه؟ چرا هیچی نمیگی؟ منم میدونم محمد حسین بی گناهه. باور کنید اگه میتونستم کاری کنم نیفته زندان، حتما این کارو میکردم. لازم نکرده شما نگران محمد حسین باشین. فقط از طرف من به برادرتون بگی پولی که به جیب زده باید خرج دوا و درمون بکنه. پولی که با ریختن آبروی حاج آقا شهیدی و سیاه شدن زندگی ما به دست میاد، فقط باعث بدبختی میشه. مایده جان شما الان عصبانی هستی؟ بله من الان عصبانی ام. ببخشید گفتن نداره. آقا من خمس این 1.2 قرون حقوقی که میگیرم میدم به حاج آقا شهیدی. چرا باید راضی باشم که ایشون آبروشون بره؟ بفرمایید آقا. بفرمایید ما کمک احتیاج نداریم. مایده جان بیا بریم تو. مایده بیا الان آقا شهیدی میبینه ناراحت میشه، ولش کن دیگه. بس شما درد نکن آقا مجید. ببخشین تو رو خدا، این دختر یه خورده عصبانیه. اگه یه چیزی گفت شما به دل نگیرید. بفرمایید. به مادر سلام برسون. بزرگیتونو برسون. ببخشید.
سلام. چی کارم داشتی زنگ زده بودی؟ خواستم باهاتون حرف بزنم. بفرمایید تو. اومدم یه لحظه ببینم تو برم. کار دارم. آقا داود، من میخوام بدونم کیا خبر داشتن که محمد حسین به حساب اون آقا پول ریخته. من نمیدونم. ولی من میدونم. بین کسایی که خبر داشتن فقط مجید میتونه به پلیس گفته باشه که محمد حسین رشوه داده. مجید حسابش با داداشش جداست. من به مجید مثل چشام اعتماد دارم. آرش و برتری که همچین کاری نمیکنن. فقط میمونه مجید و شما. دست شما درد نکنه. پس بفرمایید شوهرتون رو من لو دادم دیگه. من همچین منظوری نداشتم. حاج آقا شهیدی میگه وقتی عصبانی هستی حرفی نزن که بعد نتونی جمعش کنی. نقل به مضمون دارم میکنم و شما که هر روز هستی باید بیشتر مراد کنیم. دست خودم نیست. حالم بده. اسره حسن روبروت نشستم وقت من دارم نصیحتت میکنم. حاج آقا شهیدی رو میگم. نگاش کن. با آرامش انگار همه چی رو میدونه. میدونه که همه چیز این دنیا بازیه. بله خب آقا جون خیلی صبورن. ولی نه با تئوری جبری شما. اسیر کلمات نشو مایده خانم. من مطمئنم که هم محمد حسین آزاد میشه، هم بدهی ها پرداخت میشه، هم دوباره از صفر شروع میکنیم. محال من بذارم دست به کار بزرگی بزنه. کار بزرگ مشاور بزرگم میخواد. این بار خودم پروش وای میستم. پروژه‌ای با هم دیگه بسازیم که تمام این طلبکارا که مشارکتشون رو پس گرفتن پشیمون بشن. مایده خانم، من هیچ وقت دختر نداشتم. تو همیشه برام مثل دخترم بودی. نگران نباش، این ماجرا ختم به خیر میشه. ببخشید اگه تندی کردم. خداحافظت. چنگه باید ورق بزنیم یا نه؟ آره دیگه، ببین اینجوری ورق میزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجوری. خب حالا نه. خب گوش کن ببین چی میگه. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. گوش بده ببین. میشنوی؟ یا الله. یا الله. بفرمایی. بابا سلام علیکم حاج آقا مهدوی. بابا بابا اکبر آقا. یا الله. بفرمایید. بشین بالا. خواهش می‌کنم بفرمایید اکبر آقا. خیلی ممنون. حال شما چطوره؟ الحمدلله ماشاءالله. چه دختر بامزه‌ای دارید. چشماتون بامزه می‌بینه. خیر ببینید. میگم این براتلی کجاست؟ براتلی الان تو اتاق کانون. همین این اتاق کانون کجاست؟ از در که بریم بیرون گوشه حیاط تابلوشو می‌بینید. خیلی ممنون. بفرمایید در خدمت باشید. ممنونم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. میگم حاج آقا سعی کنیم یه پسرم به دنیا بیاریم. پسر عصای دسته. چشم. من اگه پسر داشتم چشم آبیدم به این براتلی نبود. سلام اکبر آقا. سلام علیکم. پسر بگه نگفتی توی مسجد کار میکنی؟ پس کجایی تو؟ من یه کار کوچیک با شما داشتم، الان دو ساعت اینجا منتظرم. اکبر آقا من 10 دقیقه رفتم یه چیزی برای نهار بگیرم برگردم. کاری داشتین حالا با من؟ کار که اول شما این آبنبات بخور. آبنبات برای چی؟ برای افت فشار خوبه. من فشارم مشکلی نداره که. اشکالی نداره، آدم بعضی وقتا همیشه حال عادی که نداره، یه دفعه فشارش میفته. بهتره. اکبر آقا دارن اذان میگن، اگه اجازه بدین اول بریم نماز بعد من در خدمتتون هستم. بله بله. میگه به نماز نگو کار دارم، به کار بگو نماز دارم. بله بله بله. یا الله. دختر قشنگ من همینجا بشینه یه نقاشی خوشگل بکشه تو من نمازم تموم بشه. چی بکشم؟ بکش دیگه، یه چیز خوشگل بکش. نمازو بکشم؟ نمازم خوبه، نمازو بکش. شما رو بکشم؟ منو بکشی؟ من که دارم نماز میخونم. خوبه بکش، فقط از اینجا تکون نخور که منم سر نماز حواسم پرت شه. بکشم. یالله.
بر جمال محمد سلامات. الله اکبر. شدن شده آن محمد هم الله اکبر. الله اکبر تکبیر بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله اکبر الله اکبر سبحان الله الله اکبر الله اکبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آقا مهدوی فرمودن شما برو جلو، این جماعت هم منتظر نزول اجلال شما هستن. اگه بلا تکلیفی نمیدونی چیکار میخوای بکنی، خب این مردم منتظر نزول عزیز من، بگو یکی دیگه بره وایس امام. برو دیگه. الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله محمد رسول محمد اشهد ان علي ان علي الله اشهد ان علي ان علي الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير الاقوال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة چیز مهمی نیست، خدا رو شکر طوری نشده. آقای دکتر یه آن دیدم بچه‌م از حال رفت، قلب منم رفت. دیدم آروم چشماشو گذاشت رو هم، هرچی هم صداش میکردم اصلا انگار نه انگار.
خون زیادی ازش رفته. فشارش هم کم افتاده، به خاطر همین از حال رفته. پس یعنی خدا رو شکر خیالمون راحت میشه ها؟ خیالتون راحت راحت. همین مهر و محبتی هم که بین شما و دخترتون هست برای همیشه حالشون خوب میکنه. آقای دکتر، همه ی زندگی ما این بچه است. آجاق، ما مرتب تلویزیون نگاه میکنیم. انقدر شما تو این برنامه میبینیم فکر میکنیم عضوی از این خانواده مون شدیم. شما محبت دارین، لطف دارین. کاش این مهر و محبتی که بین شما و دخترتون هست بین من و بچه ها من بود. آقای دکتر، کمکی از دست من برمیاد؟ وقتی میخواستم تخصص بگیرم از بچه ها و پدر و مادرم غافل شدم. 24 ساعت درس میخوندم. فکر میکردم با گرفتن تخصص میتونم آینده بهتری برای اونا بسازم. یعنی الان ناراضی هستین؟ ناراضی نیستم، ولی راضی هم نیستم. ببخشید آقای دکتر، یعنی بچه هاتون مشکلی دارن؟ نه خدا رو شکر، ولی خب هر کدوم یه گوشه از این دنیا دارن درس میخونن. میگن باید تلاش کنیم درس بخونیم، تخصص بگیریم که بتونیم آینده بچه هامونه بسازیم. ببخشید آجا با، البته خودتون استادی. خواهش میکنم، ولی قدر این محبت رو بدونی. آقای دکتر یه لحظه تشریف میارید؟ بله بله. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. یا الله قبول باشه اکبر آقا. قبول حق. آخه این چه جماعت خوندنیه پسر جون؟ اشتباه خوندن؟ چیزی شده؟ جماعت اینقدر طولانی میخونن حساب نمیکنی چهار تا پیر مرد، چهار تا آدم علیل مثل من پشت سر دارن نماز میخونن؟ ببخشید. اینجوری بخوای روحانی بشی هیچ کی پشت سرت نماز نمیخونه. اما اصلا به این نکته توجه نکرده بودم. چشم، رعایت میکنم. چشم. من بعد توجه کن. چشم. بفرما آب نبات. خیلی ممنون. من صرف شد یه دونه داخل کانون خوردم. اشکالی نداره، بازم بخور، چه اشکالی داره. خیلی هم خوبه. اتفاقا یه همچین مواقعی قند خون آدم میفته پایین. چه مواقعی؟ همین مثل حال روز شما رو میگم. حال روز من میگه چه شک بر آقا. شما حساب تاریخ دستته. تاریخ برای چی؟ بله تاریخ، تاریخ اتمام محرمیت شما با دختر من هاجر. آه، امروزه نه؟ بله، امروز ختم رابطه است. یعنی چی؟ یعنی از امروز به بعد از نظر من همه چیز تموم شده است. از امروز به بعد دیگه شما حق نداری در خونه من پیدا بشه. از امروز به بعد هر خواستگاری بیاد برای هاجر در خونه من بروش بازه. یه چی دیگه هم این که تو این مدت من فهمیدم شما از نظر معیشتی نمیتونی یه خانواده رو اداره کنی برادر من. شما بلا تکلیفی، نمیدونی باید چی کار کنی. خداحافظ شما. بخور، بخور تو بره بالا. یا الله، یا الله. زهرای من حالش چطوره؟ خوبم بابا. قربانش برم. شکرت. چقدر طولش دادی؟ اجازه دارم لوازم شخصیمو جمع کنم که؟ بله اجازه دارین هرچی دلتون میخواد جمع کنین. من حقمو میخواستم بگیرم که گرفتم. بارکالله، بارکالله. کار خوبی کردی. حسب اطلاعتون خانم انصاری، اینا کلیدای اینجاست.
این بزرگه کلید در اصلیه، باقیش هم که تو میخوای در اینجا رو گر بگیری به دردت نمیخوره. خدمت شما. وسایل اینجا چی میشه؟ هر چی میبینی وقفیه و مال خود حوزه است. چی کارش میکنم؟ من چه میدونم چه کارشو میخوای کنی؟ تو میدونی و حوزه و اموال وقفی و آخر عاقبتت خودت میدونی. خداحافظ شما. خانم انصاری بذار دعا نکرده از اینجا نرم. دعا میکنم با این کاری که کردی انشالله در همین دنیا به یه آرامشی برسی. شب اول قبرم فشار قبر نبینی که هیچ نکیر و منکر سوال از دهنشون میپره مثل بلبل جوابشونو بدی. انشالله اون دنیا یه جایگاه رفیع هم داشته باشی، بهشتم اون بالا بالا ها جات بدن. خداحافظ شما. متلک میندازی؟ نه متلک نمیندازم، دعاهام برعکس عذاب در میاد. دعا کردم براتری یه آخوند درست درمون بشه، درست درمون پیشکش، آخوند معمولی هم نشه. خداحافظ. اینجا